سلام علیکم، روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. خب رسید به نوبت من، امیدوارم که امروز بتونم مهمونامو سرگرم کنم، غذای خوب بهشون بدم و اینکه راضی باشن از من دیگه، شما هم راضی باشین از برنامه امروزمون. بریم خریدار رو کم کم شروع کنیم و بریم تو کارش دیگه. قربون شما. امروز میخوام برای پیش غذا کتلت درست کنم، کتلت‌های مامان پز. بعد برای غذای اصلی هم میخوام خورشت بادمجون بدم و دسرم احتمالاً تیرامیسو، یه تیرامیسوی درست کنیم ببینیم انشالله بچه ها خوششون بیاد. ولی با صحبتهایی که دیشب هومن از راجب غذا و سلیقه غذایش گفت یه ذره سخت شد کارم دیگه. مرغ دوست نداره و گوشت قلبه‌ای دوست نداره و حالا تلاشم میکنیم دیگه، امیدوارم حداقل از کتلتام خوشش بیاد. سلام علیکم مشهری زا چه بابا نوالیخ نجاستان. سلام علیکم. سلام علیکم. نه جوستان، من چون هنوز اینجا خلوته ماسکم ور میدارم، اینم که حائل بین من و رضا ماسکت وردار شما بیاز خرم خرده آلخ سخک چه دخت شما گناه هم بر رضا. خب بریم خریدامون رو شروع کنیم ببینیم چی داریم. یه از اینا. خب اون برای نه بذار من نوشابه اینجا بردارم، این دوتا از اون بردارم خارجی تره. نه خیر، فقط جنس ایرانی، اینا هم ایرانی هست تو شیشه های خوشگل. خیر خب خدمت ناز کنم که شیر گرفتم، نمک گرفتم، تخم مرغ گرفتم، ماست و گوجه هم گرفتم. رضا دیگه چی میخواد؟ کرم گرفتم. چیز بده، مغز گردو بهم بده. مال تبریز میارم. مال تبریز. به به علوه قربان. ببین سبزی خوردن نداری پاک شده؟ تازه است، مال امروز. امروز صبح اومد. یه بس کجاست؟ آره بیارن یه بستم اونو بیارن و آه ترشی شورم میخوام. زیتون و خیار شور هم میخوام. نه تو شور دیگه. شور بیار. یه شیشه شور بده. یه دونه زیتون بده. خب یه دونه هم از اون خیار شورای بزرگ بده. خیار شور بزرگ درست. اینم که بی هسته شد. خیلی خوب. خب بس گردونم میده و اون گردو حله. دیگه هیچی. تمام. آره. الابلار. یا گناه سوی سرده بست. دوت نفردن تو گناه یخته. این دوت نفرده کلا. رضا نفرد اولده. قابل یخته بگو. باش بود اولده. میاشی هست. بیست و هشتاد و دو. بیست هشتاد کن. بله. سلام. باش. باش چه دوز اولده؟ قابل یخته. باش بود اولده. میاشی هست. حلی. خدا حافظ. خب رسیدیم به بخش جذاب کارمون. میخوام که اول قبل از اینکه درگیر آشپزینا بشم دسر رو من مهیا بکنم، چون دسر یه ذره طول میکشه، یه 3-4 ساعتی باید بمونه توی یخچال یه ذره قوام بگیره سرحال بیاد. واسه همین اول من تیراماسو رو میخوام برای دسر انتخاب کردم. تیراماسو رو اول این درستش میکنم، بیسش آماده میکنم. اول من تیراماسو رو میخوام برای دسر انتخاب کردم. تیراماسو رو اول این تیراميسو این دسر امروز براتون تیراميسو رو خب تیراميسو ده. بله امروز دسر تیراميسو داریم. آها اینجاش این دکمه رو بزنم فست شم. Thank you.
نظر من پنیر فقط پنیر لیغوان، بقیهشون قرتی بازیه، همشون و دماشون این همه، فقط اسمشون فرق. من هنرستانم نقاشی خوندم، نگارگری خوندم، بعد اومدم دانشگاه نقاشی خوندم، لابلاش رادیو میرفتم، بعد آواز میخوندم، بعد تئاتر کار کردم، آخرش دیگه چرخید نویسنده شد. همه کار کردم دیگه. الان خیلی وقت، البته دیگه دیشبم به بچه ها گفتم از بازی دور شدم. حالا بازیگری یک مقدمه بود که من وارد این دنیای وسیع هنر تلویزیون بشم، سینما بشم، و خب یکی از شاخه‌هاش الان کارگردانی رو دوست دارم. نویسندگی کردم ولی کارگردانی دوست دارم. یه چیز خیلی بلبشوی این پشتم اگه داری میبینی سر صدا میاد، برای اینکه من یه سری سبزیجات تو اینجا بخارپز کردم، بعدم میخوام که استفاده کنم توی پیش غذام. خیلی به صدا توجه نکنید. خب اینا رو الان میخوام هم بزنم. با این همزن برقی هم میشه که با اینا نمیشه البته. برقش رو در اومد. بچه یه کات بدیم و این برقش رو درست کنم. خب اینا رو الان میخوایم با همزنم که بله الان کار کرد. من چپ دستم بش بگیرم. زور زندگیم پنیر رو خامه شد. همه چیم. خب اینو با کمترین تلفات موفق شدم که هم بزنم، یک همچی چیزی در اومد از نظره. خیلی خب الان میخوام چیکار کنیم؟ الان من از قبل یه ذره قهوه فرانسه گذاشتم دم کشیده. آها اینو من میریزم توی این ظرف اینجوری. آها خب حالا این لیدی گاگا چیز لیدی فینگرا رو پودر قندم کو. آها اینم پودر قنده، یه ذره پودر قند و وانیلم. این پودر قندمون، یه ذره وانیل برای اینکه خوش رنگ و بو بشه. بعد خدمت شما عرض بکنم که فوبیای اونجوری ندارم، فقط ترس از پیری دارم به شدت. یعنی دعا میکنم پیر نشم، که خب اون امکان نداره، ولی دعا میکنم اگه پیر شدم پیر به درد نخوری قرقروی بیشوری نباشم. خیلی پیرا رو دیدم که واقعا پیرای خوبی هن، هم سرحالن، هم از نظر ذهنی و روانی آمادن، کلی کمکت میکنن. کاش از اون پیرا بشم، ولی مطمئنم از اونا میشم که خانه سالمندان رو ویلچر نشستم، پتو رو پام فقط دارم قور میزنم، فوش میدم به اینو. خدا کنه اینجوری نشه. خب ما اینو آماده کردیم، قهوه من هم هست. الان یه کاری میکنیم، آها اینو رو همینجوری با حوصله حالا ما اینو می‌ریزیم رو این یک لایه یک دست، سعی می‌کنیم به وجود بیاد. خب من سعی می‌کنم که کلن آدم میم که تو زندگی خیلی ظرافت ندارم، یعنی زیادی گنده و خشن و یغورم، برای همین این کارای اینجوری رو خیلی باید. خب الان شکلات تخته‌ای رو من وا میکنم، باید رنده کنم قشنگ روی این. اینم به این صورت. نصرالله رادش اولین بار من تو تلویزیون دیدم، ولی به عنوان همکار
یادمه که خب خودش یادش نمیاد، خودش فکر کنه ما توی زیر آسمان شهر با هم دیگه اولین بار کار کردیم، ولی خیلی قبل از اون یه برنامه بود، اصلا اسمش یادم نیست، توی لوکیشن توی عکاسی بود، اونجا اولین بار من رادش رو دیدم، خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفته بودم. به هر حال رادش همیشه که ماشاءالله بر خودش اسم و رسمی داره، اون موقع دیگه کاملا تو اوج بود و واقعا کنارش بازی کردم برام افتخار بود. همین الانش هم هست و یکی از بچه‌هایی که واقعا دوستش دارم، نصرالله، هیچی تو دلش نیست، اگه ازت بدت بیاد همونجا میگه، خوشش بیاد همونجا میگه، هیچی پشت سرت. این خیلی خوبه که اون روزم بهش گفتم نصرالله تو یه ویژگی خوب که داری، اگه از من بدت بیاد تو روم میگی، حداقل من با یه نفر طرفم دیگه، نمیری یه جوه یک جمع مثلا 40 نفره رو بعد ضد من مسموم کنید ذهنشون رو. به سرمون تقریبا دیگه یه رنگ و لعابی هم گرفت و خوبم شد، خوشم آمد. اینو میذاریم توی یخچال یه 3-4 ساعتی بمونه، میذارم چه خودشو بگیره تا بعدا ببینیم چه اتفاق میفته. دیپای گرابت شوه دوز خوش گذشت. گوشت کاش بوفالو بود، اولت بوفالو، سوپ کارچنگ. اما گود. خب دوستان عزیز خسته نباشید، به خونه شهاب عباسی خوش اومدید از برنامه شام ایرانی. و اما میخوام یه پیش غذای خوشمزه درست کنم، اسمش کتلت مهاجریه. آخه مهاجری داستان داره دیگه، یک زمانی تو یک دوره تاریخی اون یک سری از خانواده‌هایی که سمت باکو این آذربایجان اونور بودن برگشتن به ایران و خب توی تبریز و مناطق آذربایجان اینور و تو انزلی و اینا دیگه اینا ساکن شدن، به اینا میگن مهاجر. اینا با خودشون یک سری فرهنگ آوردن، یه سری فرهنگ مثلا اروپایی روسی قاطی شده بود و خب به طب روی غذاشون هم تاثیر گذاشت. خانواده منم جزو اون خانواده‌های مهاجرن که از اونور اومدن، یعنی دو نسل قبلمون از اونور مهاجرت کردن اومدن. این کتلته از اونا به یادگار مونده، یعنی از مادر و مادر بزرگم یاد گرفتم اینو و خب خیلی هم خوب اینا رو میپختن. البته مطمئنم من مثل اون نمیتونم بپزم مثل مادرم اینا، ولی تلاشم میکنم، چند بارم پختم، خیلی هم طرفدار داره. من یه جایی خونده بودم اگه موقع رنده کردن آدامس بجویی اشکت در نمیاد، یادم رفت بجوام. الان فعلا هنوز اتفاق نیفتاده، اسم میکنم ولی داره الان رنده میشکن. سعی کنی رنده تون انقدر ریز نباشه، این خیلی ریزه ولی خب من انجامش میده. برای امشب میخوام تم سرخپوستی بدم، در حالت من تو زندگیم سرخپوست از نزدیک ندیدم، حالا نمیدم تمش چه شکلی میشه. پیشنهاد یکی از دوستان بود، نمیگم کی، ما گفتیم چشم انجامش میدیم. تم سرخپوستی خیلی هم بچه ها استقبال کردن. آقا فردا تم سرخپوستی یادتون داره؟ آقا تو رو خدا نه، آقا تم سرخپوستی از کجا؟ یه همچی چیزی در میاد، حالا من دوباره باز اینو میغلطونم این تو. خب این کتلت ها چون پیش غذاست باید داغ سرو بشه، اینا رو وای میستم. بچه ها که دیگه کم کم دیگه اومدن و وقت شام دیگه دارم چیز میشم، اینا رو میرم داغ سرخ کنم میارم دیگه. از الان بخوام سرخ کنم یه ذره سرد میشه، از دهن میفته. بابا اینکا یا با خود نخی این مایا کاتو رو
خورخیده از نبا مدو یدو اوبو اوبو Ayuda! Asp, abra, ashk! Upa, poco! Hadia! Upa! Asshuk! Hadia! Hadia! Uf! Hadia! Ah! Kibri bala bala! Badar tarakki bashi! Oi, boa. Siri ya goshne. Siri ya goshne. Albatta goshne goshte. Sir. سول بذرت آب نه آب داری آب. خرپشته در خاک میخواست با من بیاد اما نیومد ایستاده بر اسب کو ایستاده بر اسب افتاده از اصل و نگفتم آدم بدیه بله بهش محبت کن تا رشد کنه محبت کن دوستی حالا ما با هم دوست هنوز دوست نشدیم ولی میشیم قبیله شما رسمای عجیب داره این یعنی وقتی سرش خل میشه یعنی سول بخور، تعارف نکن فرما یک جوری خوشگل خوردی یاد اسبم افتادم این یعنی سول، خیلی سول این سول داره زیاد چه خبر؟ چطوری؟ کل بازی ها چیه؟ نصرالله خونر ترکوندی قربونت برم چیکار کردم؟ نه جدی علمانه نردبون در میزنم برو الان یکی با اسب میاد تو مکلکا او بود تو هی کخمه کندم کندم کلول نشاه ایستاده بر اسب خوش آمد کندم کندم کلول نصر الله چطور ای؟ چطور ای؟ عزیزم اونجا چشم بینیش چطوری؟ خوبی؟ خوب صاحب این لسه‌های من الان دو سه روز عفونت کرده جدیه این قضیه و واقعا اذیت هم نه الان نصرالله سرخپوسته یا نصرالله خودش نه خودم هم بابا و عفونت کرده و من مدتی آنتیبیوتیک تعمدن نمیخور اگه سختت نیست دو لیوان آب که دهنم بو نگیره آنتیبیوتیک نمیخوری؟ سیر میخوری؟ آنتیبیوتیک نه اینو میخوای الان به عنوان دارو بندازی زده عفونی دیگه بهتری کادوی من بود آخه بر من آورد یه دونش میشم برای فکر کنم مثلا یه تعارف داری آره دیگه چه خسیسه خب آقا خوبی شما آقا این بشقا بگیم زیر برده من نوکرتم من میزبان آقا چه خبر شکر خدا
الحمدلله. شب خوش گذره؟ خیلی عالی. خدایی. به اندازه هشت خیلی خوش گذره. عالی. چقدر آقا منطقت خوشگل مشکل. اصلا منطقت ده امتیاز داشت. عزیز دل قربونت برم. شهاب رفته دو لیوان آب بیاره. تازه یک شو بردم. میخواد خیلی مبادی نه میدونی دو لیوان بخاطر که دهن بو نگیره. خب اینو بخور یکی دیگه میدم به اینام. امشب هم دیگه میاد؟ من نمیدونم من دیر میاد. یه زنگی بهش بزن ها. شما رفیقه رفیق تری یعنی ما هم رفیقی. نه بابا رفیقی من خدا بهنام نمیتو که یاشت نشدی با بابا 9 سال رفیقیم دیگه. میگم رفیقیم هم همون دیگه. من چیز نه میگم رفیق تر. میگم من چیز بدی گفتم. من میگم رفیق ترین. آن رفیق ترین. آره شاید 30 سال هم بابا بخو چه حرف میزنی. الان کیو گرفتی؟ بهنام. شهاب جان جانم. تم تو خیلی دوست داشتم من شخصی. من سرخپوستا رو خیلی دوست دارم. خب ببین فرمش که خیلی منحصر به فرده. محتواش هم که معلومه دیگه. اصلا جز مظلوم ترین نژاد دنیا بودن این سرخپوستا. همین الانش هم هستن دیگه. بند خدا دیگه دارن انقدر جامعهشون کوچیک شده که دیگه دارن منقرض میشن یه جورایی. هم آداب و سنون بسیار قوی داشتن. یعنی اون ارتباط که با طبیعت برای بهنام جون کلن از جنس طبیعت بودن. من دیدی جا خورده آخه سر کاره سیبیل در آورد. باور کن نصرالله رو ندیدی. چرا من نه بیا تو بیا تو ببین تقصیر من نیست. ببین تقصیر من از سر کار. ببین که این تقصیر رئیسه. به به آقای نیک نژاد عزیزم عزیزم آخه کی اینجوری عروسی میرم ازن چطوری خانم قربونت برم خانم لورستانی. بله خانم لورستانی گل عزیزم. آقای شیرازی عزیزم قربونت تو. باشه باشه عزیزم. من یه رو به دوربین بگیر اونم ببینن رو به دوربین. قد شد اشکال نداره. حالا شاب جونم تو موتور مای گرم کن. نه داشتیم راجع به سرخپوستا صحبت میکردیم. ببین حالا این تمی که دادم حالا ممکنه یه ذره وچه کمیکش در ظاهر شاب جان ببخش بابا دو تا گفتی میخورم دیگه. نه عفونته زیاده. یه دو لیوان دیگه اگه بکنه زیادتر نشه. آره دیگه برشت. خیلی دیگه الان کلیت میپوسه. آقا تو به کلیه من چیکار داری؟ من الان مهمون تو هم آب خواستم. میدی یا نمیدی؟ من من نگران آخرشم. نه اصلا نگران نباش. این کار است. من این کارم میزان سیر ساعت فقط میوه میخوره. داداشی میزان سیری که تو در روز باید بخوری میدونی چقدره؟ اجازه داری؟ از کی باید اجازه بگیریم؟ نگیر تو. تو که ند تو یه جوری به سیر نگاه که اینگاه سیر ندیدی تو الان. واقعی داری میگی اینا رو؟ بابا چی؟ نه به قرآن دارم میخورم دیگه. روزانه آدم باشه چقدر سیر بخوره؟ میزانش نه اجازه یعنی بیش از حد داشته به اندازه این بنده انگشت. چند چقدر؟ این بنده انگشت هر کسی. این خودارش یک مال من در طول روز. الان من خیلی بیشتر میتونم بخورم. خب تو معدت هم آخه سه برابر معده ما هست. اسب اشک عرب عربد چی؟ عبر اسب اشک اسمته؟ آره عبر اسب اشک. تو هم اسم داری؟ من قرخیده از خرس. آفرین. آره قرخیده از خرس. آره تا حالا اصلا زندگیم خرس ندیدم. شاب تو خیلی علی بازی. من بازی داری برای نه شما بفرمایید چرا ایستاده رو اسب؟ ایستاده رو اسب؟ من اسمم یعنی موقعی که متولد شدم پدرم اسممو گذاشت پنج من پشم. چه پشم؟ پنج من پشم. مادرم خیلی ناراحت شد از این قضیه. بعد با هم صحبت کردم برای اینکه من بچه طلاق نشم به این تصمیم رسیدن که تا
تو شناسنامه پیمن پش پیمن عشق باشه ولی ایستاده رو عصف شده نزدیکه خیلی هم فرق نداره پنج من پشم بکنم پشم بوفالو بوفالو پشم داره من دیگه آره بابا چرا نداره آقا من ده بی هماهنگی دیگه براتون بیار جا میخوره یا خدا قهوه آوردم براتون شما میگیم بریم آقا بیار جا میخوره آقا اونو بزن برگردونیم داداش الان بخور اینجوری برگردونی همه جا نه آقا جونه. سرزمین امریکا مال سرخپوستا بوده مال سرخپوستا بود و اومدن و اومدن مهاجرا اومدن گرفتن دیگه کامل عزیز ولی یک جوری جلوه دادن که اون ما بودیم اونها اضافه اینا اومدن ببین یه دونه اومد خوبه که ا او واقعا دیگه او دون دیگه ا او که دیگه ام عادی موانم یا یعنی معنی شد معنیش اینجا نوشت بفهم نوشته تنها وقتی آخرین درخت بمیرد و آخرین رودخانه مسموم شود و آخرین ماهی شکار شود انسان‌ها خواهند فهمید که نمی‌شود پول را خورد. به 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 به. این زبانی که تو گفتی فقط دو نفر در کل دنیا میتونستن صحبت کنن. یکی تویی، یکی هم دیروز مرد. همون جور که خودت گفتی خشتیده بر باد. اسم چی بود؟ خشتیده بر باد گرخیده از خرس گرخیده از خرس همونطور که خودت گفتی سرخپوستا معتقدن همه چیز روح داره دیگه بله درخت هم روح داره وای فرار نمیکنه من نگفتم فرار میکنه چجوری دعوا میکنن اینو بگو با حرف های زشت شاخه بریده شاخه بریده ایشالله شاخت بریده پدر نهال ایشالله شاخت بره زیر درخت 18 به جای 18 شاخ که ندارن 18 شاخه یعنی میگه تو فوتوسنتزت آه تو فوتوسنتزت اختلال ایجاد شه ایشالله آره بارون نباره بهت میگن هیچ کاری هم نمی کنن دو نفر واستادن فقط نه حرف میزنن ماهی ها در آب میگریند تو فکر بعد فکر می‌کنی می‌خوای درخت حرف نزنه ببین تو در مورد سینما چون تو اطلاعات بیشتره می‌خواستم بدونم که بعد از اون که سرخپوستا بعد ماجرا بودن کی تغییر پیدا کرد بودمن شدن چیزا سرخپوستا خودت که اوستایی بگو دیگه من فکر می‌کنم از دهه ببین من تاریخ سینما نمی‌دونم منم خیلی اونجوری نه با جزئیات نمی‌دونم ولی از دهه اواخر هفتاد به بعد که جنبش های ضد تبعیض نژادی و اینا کلن تو کل جهان و بالخصوص امریکا و اینا را افتاد هالیوود هم شروع کرد به پوست انداختن دیگه یعنی کلن مثلا صنعت سینما حالا چون به نظر من سرمایه گذاری توشه و یه ذره حرکت های اینجوری داره دوست داره که با جریان بره جلو بیشتر بعد دیگه کم کم تبدیل شد به یه فیلمایی که حامی سرخپوستا بودن مثل دیگه بزرگترین چیزش که کیوین کاستنر ساخت و رقصنده با گرگ بود و دیگه با 9 تا 12 تا به نظرم بیشترین اسکار رو 12 تا رو بس فکر کنم گرفت یا 12 رشته کاندید شد نمیدونم اطلاعاتم برای حضور ذهن ندارم ولی بعد از اون دیگه شروع شد یعنی سرخپوستا جایگاه واقعیشون رو پیدا کردن و یه آدمایی مثل چیز بود جنرال کاستر اگه اشتباه نکنم که اون قاتله آره که چیز بود ازش یک بوتی ساخته بودن و حتی یه فیلمی بود که در مورد این جنرال کاستر چجوری سرخپوستا اینو کشتنش و یه سکانس پایانی هم داشت که دورش میچرخیدن تیر میزدن بهش و اینا دیگه اصلا اون دیگه قهرمان شد ضد قهرمان و چیز قصه دیگه شرور قصه شد یعنی آدم های اینجوری جایگاه خواست خودشون رو پیدا کردن ولی دیر دیگه این حرکت در مورد سیاه‌پوستا هم بود دیگه مثلا 12 سال بردگی نمونه خیلی بارزشه فیلم چیزم اگر یادت باشه فیلم مرد پول نیومن بازی کرد مرد اون در واقع سرخپوستی بود در لباس کابوی اونم خیلی فیلم خوبی بود خودشو فدای یه اومد این بری آره
خودشو واقعا درسته؟ نه یه دلی جان میکنه. آره دیگه یه مردیه داره مسافرت میره، دچار داستانی میشه با چند تا شرور درگیر میشن و این در نهایت خودگذشتگی میکنه و میمیره دیگه. تایید یه چیز خوشگلی اومد شاب داشتین فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو همین رقصنده با گرگ بود یا نبود، شما تصدیق کنین یا من اشتباه گفتم. خیلی دوستش دارم، میگه دو تا گرگ در وجود هر کدوم از ما هست، یکی شرارته یکی هم که اوکی دیگه خوبی و اینها. اینا مدام در جنگن، بستگی و پیروزی اینا بستگی داره به اینکه ماها به کدومشون خوراک بدیم. جدی هممون داریم بذار اینجوری بشینم اشکال نداره. نه راحت باش. آره شهید شد راحت. من نفس عمیق بکشم مراد داره نفس بکش ولی دیگه بیرون نده. نفس دیگه بیرون نده، نفس هر چقدر که تو بده. من امروز الان دیگه فهمیدی درک کردم کرونا چجوری میاد تو ریت. اونجا جا هستا میتونین کنار هم بشینین. چرا تو نمیری اونجا رو میز بشینی؟ بگو میشینم کجا؟ نه شما تاج سرشون سر ما باشه. تو میخوای روی میز بشینم همین الان؟ اینا رو جمع کن من رو میز. چرا؟ که بو اذیتتون نکنه. که بو اذیتتون نکنه. بهنام تازه نفس بیاد اینجا بشینه. ببین سیر رو خب میدونی سیر اینقدر خاصیت داره. اینقدر خاصیت داره. حالا میتونستی مثلا امشب راجع به خاصیت سیر اصلا صحبت نکنی؟ چرا نکنم؟ چرا؟ خب گرگم چاخ شه. گرگ خوبم. دقیقه چی صحبت میکنی؟ سیر خوب شد. عزیزم شما سیر اینقدر خاصیت داره که شما سیر بخور و تو مقصر نیستی. هر کسی به تو نزدیک شد و اذیت شد مقصر تو نیستی، چون نباید از خواص سیر بگذری برای اینکه اونی که میاد نازیک نشه. آقا مگه تو غار داری زندگی میکنی؟ نه نه منطقی میخوای صحبت کنی یا طنز و شوخی؟ نه آقا واقعا دارم میگم. یه نفر حالا میاد میچد نچسبه، الان شما دارین اذیت میشین. راست بگین، راست بگین دیگه، چرا سکوت میکنی؟ من اذیت شدم. نه واقعیتو بگی. آقا داره میگه خب الان الان دیگه نه. نه خوشبختانه تا اینجا تموم شد. تموم شد. تو داری اذیت میشی؟ نه تا اینجا نه. خب این فاصله چه ربطی به قار داره؟ تو وقتی به من میگی مگه قار یعنی این کاری کار وحشیانه است؟ قارش تنگ بود چی؟ نه نه کو جدی داریم صحبت. شما میتونید الان اگر اونجا چیز بیاد بشینه، بهنام بیاد بشینه، من میام اینجا میشینم، آقا بهنام اینجا میشینه، همین فاصله رعایت میشه. خوبه آره خوبه. رسید یعنی واقعا؟ یا بود دیگه. آره دیگه. آره آخ بوان جان او کوکو او پوتو کورتو اینکا پوپو خدا رو گذاشتم اینطوری اومدن تو کشیدم اینو بالا که نفهم منم آخه این تو میمینه تمه فای خدای من ببین او بود کرو اسم چی بود؟ اسم چی بود؟ من ایستاده با عشق نمیشه بشینی؟ نه نه فقط یه سرخپوس فقط وای نیسته برو بریم با این تمت خدای من فیستاین کرد و من با من کفم بری آقا مخلصیم ایستاده با ایستاده با عشق وای وای باورم نمیشه یعنی خودت تو ندیدی آقا ما باورم نمیشه از سر اون صحنه اینجوری اومدی ببین سر صحنه فقط گفتم اجازه دهن من بوی سیر میده این قدم من فاصله بگیر داداش سرت که بوی سیر میده اولش اینجوری میگی بیا میگی بعد خفه میشی آره میگی من بیا جاتو عوض کن چه سرفوسا جذاب من اون جایی خودت اصلا بشین ببین داشتم میومدم گفتم نمیدونم تم امشب سرخپوستیه طراح گیریممون کپش پوری گفت یعنی چی؟ گفتم میگه همینه شعاب گفتم که آره گفتم که یه کاری بکن گفت باشه عجله هم داشتم یه تاسه خوب این؟ آره شما بهتری خوش میگذره؟ بیدونی شبیه چی ها شدی؟ یه جایی گیر کرده نمیدونم شبیه جان چی گیر کرده؟ من نمیتونم نزدیک شبیه دستا هست پر خروس روشه گردگیر دیگه مثل شما وقت نداشت نه با خیلی باحال شدی آقا اوج هنر در سادگی چیز هومن
چی؟ خیلی باحال شده. چرا من نمی‌پرسی؟ این جوجه ها که تازه سر از تخم تو که میگی آره دیگه حتما. باحال شده نصر. اسم چیه؟ من ابر اسب اشک. اشک. ابر اسب اشک. اون شبیه جوجه خروسایی شده که مثلا 16 سالشونه تازه پره رنگی در آوردن. ببینم تو تازه از تخم اومدی بیرون. من آره ببینم ولی تو شبیه این خروسای پیشکسوت بزرگم. قشنگ شبیه انگیری بهت شدی. شبیه جوجه بلدرچین شدی. وای. ولی از همه سرخپوست‌تر به نظر من. آره میشینه چپق نداره. هی. نه نه گیری میشینی. خیلی کار درست کلن هومن مال ما رو زدن رفته گیریم نشینه تا آره. گیریم خورش آره. بالاست آره. آقا چای یا قهوه؟ قهوه ترک هم دارم شام الهی گشنش ببخشید دیگه بزن نه یه نفس بگیر چای یا قهوه ترک شام چای 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 بعدش ببخشید آقا من بی انرژی هم برای که سیر تو یه سرخپوست خسته ای انگار آره نه خسته ایست ریلکسه سرخپوست ریلکس سیر خورده سیر مین چیز اینجوری میکنه دیگه آدم آره بعد میدونی هنوز سرخپوست ها هستن دیگه شاه بله ولی متاسفانه کم شدن خیلی کم شدن و هنوز سرخپوست هایی هستن تو بیابونای امریکا به همین شکلی همون شکلی چادر آره چادر و کسی خیلی نمیتونه بهشون نزدیک بشه چون اصلا حریمشونه میدونی چی میگن؟ بیشترین محصولی که باهاش امرار معاش میکنن پانچوه لباسای پانچوه میدوزن و میدوزن گرون هم هستا آمریکای جنوبی مال سرخپوست هست مال سرخپوست هست اونجا مثلا تو مکزیک توی دولت جدید آمریکا مسبب شده که یکی از سرخپوست ها توی هیئت دولت یعنی تا الان اتفاق سال 2020 تازه یه همچین تصمیمی رو بعد اینکه منقرض شدن نه الان منقرض که نشدن ولی خیلی بدبختی کشیدن دیگه خیلی مثل سیاه‌پوستایی که مثلا تو جای دیگه تو خود امریکا بدبختی کشیدن سیاه‌پوستا چیزا مظلوم‌تر هم از سیاه‌پوستا اتحادشون بیشتر جمعیت بیشتری داره آره ما خوبی ما با هم اتحاد داریم ما خوب ما اتحاد تو چه اتحاد داریم من سیاه‌پوستم دیگه تو که کاراملی تو الان سرخپوست خوزستانی دیگه آره نه من سیاه‌پوستم واقعا ما اتحادمون خوبه آره داشتم تایید می‌کردم ولی این چیزی که داری میگی خیلی نکته باحالیه آره اونم اینه که ببین سرزمین اوناست آخ و حالا وارد شدن آره تازه میگن که مثلا خیلی خوب کاری به کارتون نداریم ولی ما میاییم هستیم دیگه شما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بگذاریم آقا بگذاریم چایی تو بخور چایی رو بزن شیرینی رو بزن دستشویی کجا دستشویی میخوای نه شام میخوام شام آره واقعا آره میخوری که عفونتو چی شده عصبیه چی شده شام میخواد آقا شام میخواد شام چشم آره من میدونم شام میخواد یعنی شام چشم دیگه آقا چشم من چشم نشستی من اصلا میرم دمت گرم نه تو بشی نه خب بریم سر میز شام من میخوام زودتر بشینم که تو یهو هول شی کاراتو تون تون انجام بدی چون گشنم شهاب بله بابا بله کجایی آخه اومدم زنده ای؟ اومدم اومن گشنش آقا خیلی گشنش من سرگرمش میکنم که دیگه بیشتر از این دیگه زورم نمیرسه یه در سرگرمم یکم بروک بزنیم شهاب جان سلام بفهمی سالات مشغول شید همین الان غذا رو بدون تو که نمیرسه همین الان اومدم شهاب جان فیلم هات اولا که دمت گرم کمدیاش رو جدا کردی؟ ببین اینا نه در اثر اساس کشی های مختلف تصمیم گرفتی که همه رو جمع کنی ببین دیگه میشه دیگه اون حال و حوصله قبل رو نداری یا دیگه هی بسی چون خیلی زمان میبره تو بخوای اینا رو دسته بندی بکنی اما یه سری پکا هست که کمدی مثلا توش هست مثلا اینو بخوام نشون بدم این مثلا پکت آقا سوال میپرسید آقا چیز کنم من که چیزی نپرسیدم این مثلا پک چیزه چیچو خوران خوه نه چیچو خوران خوه خودش بود مثلا اون سریه بلوره یعن همشون
اونا رو الان بفروشم قشنگ پول آره، آره. یک سالم در میاد چون بلوره خیلی گرون شده. آره دیگه الان کسی چیز نمیکنه. اون دیسک بلوره فرق کتابخونه و فیلم بینا چیه؟ ها فیلم بینا حتما فیلمو میبینن ولی کتابخونه لزوما معلوم نیست اون کتابو خونده باشن که آره. البته اینجا فیلمی بوده من ندیدم ها، یعنی گذاشتم اونجا شاید یک روزی بخوام بهش رجوع کنم به عنوان مرجعی بخوام ازش استفاده کنم، ولی خودم خیلی اصلا نه سبک کارگردانشو دوست داشتم ولی مونده هست حالا به عنوان چیزی که آرشیوه. ولی خدای دستمالات قشنگه. دستمالام قشنگه آره. ولی من یه نگاهی میکنم اگر یکی از این مجموعات خوشم اومد ازت امانت میگیرم. نه من کلید میدم همینجا بشین ببین. هم دنبال این بودم. آره کلید میدم دیگه. ببین منظور اینه. ببین این جای خالی ها رو میبینید پایین بالا. چه فیلماییه بگو من بهت. نه فیلماییه که رفته و نیومده دیگه. رفیقای مثل مثلا شما بردن عزیزم بودن دیگه. رفیقای مثل شما یعنی چی گفت؟ آقا میگم رفیقای مثل شما که عزیزم بودن بردن نیاوردن، همشون هم نور چشم من بودن. غذا نمیخوای بدی؟ چرا الان این چیزی نبود. چونه؟ الان به من گفت تو قار زندگی میکنی. اشکال نداره، اشکال نداره. این که چیزی بعدی نبود. حتم نه راستم یا آره تو قار زندگی اون من میدونم میبرم. حالا یا فرصت نمیشه برش گردونن یا خودم اینو که هیچ غذاست یعنی؟ بله بله این الان هنان... پیش غذاست، اون پیش غذاست. بفرمید. مرسی شاب. خواهش میکنم. آقای رادش تاج سرید. مخلصیم، چاکریم. خب آقای پیش غذاست دیگه. بله بله بچه ها پیشنهاد میکنم که حتما از این سس استفاده کنیم. بله 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 قاشق سس هم بده. من یک خب. کمی هم نورکر چی؟ شاب تو یه زمانی رستوران هم زده بود. آره نه؟ یه رستوران داشتم متاسفانه خیلی پیش نرفت، حالا بنا به دلایلی که آخریش تقصیر خودم بود. آخریش یعنی چند بار رستوران خواستی بزنی؟ نه یک بار یه رستوران زدم رفتیم جلو، یک سالی رفتیم جلو ولی دیگه دچار مشکلاتی شدیم. آه. و متاسفانه شریک داشتی؟ یک دلیلش هم اون بود. بله و نشد متاسفانه. من پیشنهاد کنم حتما از این سس استفاده کنید. آره در کنارش خیلی لذیذ کنید. مادر بزرگ من همیشه میگفت اگه شریک خوب بود خدا هم خدا داشت باری کرد. بابا ما وقتی بچه بودیم حرفایی که بزرگتر رو میدادن میگفتیم این چیه؟ آره میگه خودمون که یکم بزرگترشون خودمون نه اتفاقا حرفایی که اونو میدادن درست این گنگه. من یه چیزی بپرسم، حالا شما واقعا به اون چیزی که خواستین رسیدین؟ بفهمید؟ نه 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 دست خواهیم رسید. من بگم بهنام بگم شاید باورت نشه اینا اولین باره دارم میگم من هیچ وقت چی نخواستم از ابتدا اینطوری بودی؟ آره آقا من میشه تو هیچ چی نخواهی مسیر درست بری؟ من چیزی که برام خیلی مهمه اینه که من نفس کشیدنم و زندگیمو و لذت زندگیمو فدای کارم نمی کنم. کارمو به شدت دوست دارم و خیلی دوست دارم کارم. برای زحمتم کشیدم، حالا کم زیاد، حالا هرچی وارد دیتیلش نمیشم، ولی کل کارمو کل زندگی نمیدونم. کارمو بخشی از زندگی میدونم. ولی شب تو هم تو شب قبل گفتی هم بازی کردی، هممونم دیدیم، هم کارگردانی کردی، هم نوشتی، هم تهیه کنندگی کردی. یعنی اینا کارای فیوریتت نه؟ نه دوست دارم، اتفاقا دوست دارم خیلی جدی کار کنم شاب. چون متاسفانه چون این نمیاد با این نه هم نزدی باز کردی نه هم زدم نه کشک توش نری کردم این سال گذشته از اون دوباره آها کشک نرخی توش؟ نه یکم پایین تر بگیر، یکم پایین تر بگیر ماست؟ همینو بزن دیگه بگو حالا داشتی متاسفانه هومن تو قبول داری که توی ایران کمدی جزء جان اصلا جدی نگرفته نمیشه. سخت نوشتنش، سخت بازیش، سخت کارگردانی، سخت ولی ارزیابی که میرسه اصلا میذارنش کنار. هو من دوست نداشتی یه دونه‌شو نخوردی یا چیزی؟ نه هو من دوست کرده برای غذا. یواش
نه اون آروم خوره نه نه جمع نمیخورم جمع نمیخورم آره واقعا اتفاق میفته ایشالله که تو اینو میگم من قبل از خنده بازار 5 تا تلفیلم ساخته بودم سال 89 دورخیزم کاملا برای سینما بود ولی اومدم توی خنده بازار خنده بازار خیلی برام خوب شد از نظر مالی ببین مالی شالا خیلی نه اما از نظر اعتبار اعتبار اجتماعی اگه فکر کنی که این سرمایه اجتماعی برای خودم کسب کنم بله مالی حساب میشه ولی یه چیزی که داشت متاسفانه خنده بازار اسم من رو به عنوان آیتم ساز توی زبون ها انداخت و بچه های من بچه هایی که بازی میکنن هر کدومشون به شده بازیگرهای قابلی بودن آره بابا آره ولی من بچه های خنده بازار بازی هایی ازشون دیدم که بچه های خنده بازار چرا آره. بعد میگفتن بابا این آیتم سازه آیتم سازه یعنی چی؟ آقا آیتم هم بخشی از یه ژانر همه جای دنیا دارن همه جای دنیا کارم بس سخت‌ترینشونه آقا ما ببین بعد مثلا بارها طرح بردم شبکه‌های مختلف آقا گفتم آقا این جد گفتم آقا چرا میخوای سریال بزنی برو همون آیتمتو بزن اینقدر من ناراحت میشدم به اون لب برو آیتمتو بساز چرا مثلا من مثلا از کوچیش شدم حالا اگر یه سریال بسازی ساختم بسازی. سریال ببین یه سریال ساختم متاسفانه دیشبم گفتم دوچاره یه اتفاقات شد که خیلی دیده نشد یعنی جزء کمدی تاریخی بود که خیلی نادر معدوده دیگه توی ایران خیلی کمدی تاریخی نمیسازن دردسر زیاد داره ولی اتفاقی برام نیفتاد یعنی یه ذره دوچاره سردی شدم یعنی گفتم نمیدونم یا من دارم اشتباه میرم مسیر رو یا نمیدونم ولی فعلا داریم میسازیم دیگه خدا رو شکر خدا رو شکر کی مینویسه خودت و حمزه اومد ای حمزه آقا حمزه مینویسه و خودت شاید توی بزنگاهی یهو اصلا این چرخشه صورت گرفت خودت چی میدونی من راضی ام من این دارم میگم من راضی ام ولی خب فعلا وایستادیم آقا پیش غذای منو دوست داشتی من خیلی دوست داشتم نوش جونتون نوش خیلی بنچسبی من فعلا ببین لابلای چی پوره نوش جونتون لابلای این الان حالا تا قضا میخواد چیز مرسی. کنه نوش جونتون عشق من قرم. آرزوهای منو چرا نپرسید دشمنی با من نه من نوکرت دست به لوس شدن رادش هم خوبه آره لوسه نه لوسه دوست داشتن دوست داره ببین آرزو من بگم آرزو دوست نپرسید فکر کنی من بدونم رادش آرزو تو رو باوشی جدی باوشی بگم. من میفهمم باوشا رو میشناسم آرزوت اینه که همه اتفاقات خوب دنیا برای پسرت بیفته نه خود خواهم من خودش میخواهد احمد نه آقا نه 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 من اول خودم رو دوست دارم به شدت خیلی خودم رو دوست دارم خدا شکر و اینکه نپرسید که بذار اگه پرسید خب. بگم بپرس آرزوی شما چی آقا آرزوی و بهش رسیدی نرسیدی آره دیگه آرزوی من اینه که یه جمله است در هر شرایطی نشاط داشته باشم هر اتفاق میفته نقطه تمام شروع کنیم یه باستیم بیاد نه دیگه الان میاد دیگه میخوای بکشی؟ بسه الان میاد اومد خب آقا شهاب گل آقا اینم تعدیل زعفرانی آقا بح 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 میخوای بچرخیم چکار کن بذار من بشینم یاشاسون آزار باشه باشه دوربین نباشه ببخشید ما میزم من میزم کوچیکه دیگه این برام حسب کردن دیگه خیلی دیگه باید خسیم قربون شما ما نمیدیم فقط نوشابه شد تو گشکا با خود بودش آره دیگه بیشورم بکش من جو بکش بکش برام بفهم بکشم برات شش سبزی رو میدیم بله قربان بفهم بفهم من نظرم شما تاج سریر بفرمید همه رو میخوای دوباره بغلش دارم دستم باشه پیاز بوی سیر رو میبره میدونی یا خود
من خوندم یه جایی. آره فقط مراقب سلامتیت باشه امشب. آقا میشه اینه بیل نندازی توش؟ من بیل نندازم. همه رو هم زد شوازیخ. دیدی آقا؟ نوش جونت آقا. نوش جونت آقا. نوش جونت. یعنی من دو به تو نمیدم. دو. نوش جونت آقا. شما دو به ما بدیم. ما میذاریم سرمون حلوا حلوا میکنیم. آقا غیر از اینه؟ آقا آقا اینم تو چی دانشا خش میبینیم مثلا بابا اون ما والله تو چی دانشا بلار قاسم باخا باخا بنام بنام باشوادلان والله دیگه چی بلدی ترکی سوال باشوادلانم دیگه چند چیزی 4 ساله با خانمم که ترکی زندگی میکنم فقط باشوادلانم دیدی با لهجه هم میخواد مثلا آره یه دونه هم بلدم عاشق این کلمه ترکی ام میخوام صادرش کنم آبادان دارم به بچه آبادان میدونی چیکار میکنم تیکه های بامزه خوشمزه ترکی رو به ذهنم رسید که آبادانی ها به کار ببرن مثلا آبادانی یه یارو داره میاد میگن فوگور اومد میخوام بگه یارو پاداخه اومد داغونه پاداخ 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 ما خیلی از پاداخ استفاده پاداخ نمیگیم نه خب پودوخ میگیم پاداخ پودوخ میدین چیه؟ پودوخ اومد پودوخ یعنی حلبی از این چیزای قوطی عربی آقا اون که ترکیده است چی میگین ترکیده پاتاخ و چرا من میگم میگین نمیگیم ما نمیگیم مستباخن خوشت نمیترکه چیزی ما میترکه تو آبونان یه چیزایی حالا این همه کلمه نه من اینه پاتاخ پاتاخ قشنگه بعد یه ذره تلفظش رو بعد بگی فوش میشه ها. حالا ما دیگه از شما گرفتیم تلفظش با خودمون آقا تو اینده یول یرمان باشارمور باشلیب دو قاشماغا اول جا یرمان اوجشه سوره جا پاتاخ آخی پاتاش بیز اشله داره پاتاخ از دیره پاتاخ دیرا پارسی بیلمیره بچه این یکی از عادتهای بعد ترکاست آقا چرا؟ دوره هم میشینن همش ترکی صحبت میکنن یکی تک بیفته دهن آخو ببخشید معذرت میکنم نه سب کن من آخو مثلا دو تا مثلا از لورستان دو تا لور میرسن به هم لور مثلا باید آبادانی حرف بزنن یا دو تا آبادانی میرسن به هم مثلا یا دو تا گیلک فرق نمی کنه چرا اما تو جمع در مورد من اگه جمع آقا اگه جمع اکثریت باشه که ناخودآگاه میشه نه ولی اگه من زیاد دیدم رعایت کردم مثلا خب دو نفر بودن چهار تا چیز بودن همه جمع اکثریت باشه میگم دیگه مثلا من بودم تو جمعه اینجا که من تک بودم فقط خب اینو باید بعضی وقتا بهت مثلا یه چیزایی بگیم که بیای تو بازی نمیشه همه رو چیز کنی که ببین ترکا خیلی فارسی حرف بزنن گشنه‌شون میشه واقعا دیدی اضافه وزن میگیره یخ با وجود دیدی بابا تحتین اولور داد دوچ دانشه رو بیدن توی رخ باست دانشه من این آدشو میدنه کشی گرنده ده استات یخ من میفهمم آجم بابا راحتشه کنه دانشان دار این دیگه گتاره گینیر قربونت برم داریم این تاج سری به خدا داشتیم آقا چی میگفتیم؟ میتونی بگی اون من منو قبول دارم اون من ترجمه اون بگو حدس میزنی چی گفتیم؟ نه بذار خودت حدس بزنی چی گفتیم؟ آره حدس بزن چی گفتیم؟ نه بذار من ببین ببین شب من میخوام ببینم این چرا الان شاکی شد بذار یه چیزی بگم اینو این ذره آقا ما حرف بزنیم تو دوبله کن چیزی که حدس میزنی بگو من دیدم که رادشون یورای کیچیده یورنده حسات یخ بگو دیگه جالمون اگه دیدم فهمیدم همینجوری بگم یعنی آره ببین حدس تو از میمی که زمان بگم آره از من گفتم تموم شد تو حالا تو بگو والله بو çox şeydi ساده adamdı ama birden görsen karıştırır میگه من دل ساده ای داره ولی یو قاطی میکنه آفرین تموم شد آفرین من دل اونو دارم دارم من یه نده همونه که دیدم از اول از اول من دل اونو دارم دارم من دل همونه که اول دیدم یورای کیچه دی یورنده حسات یخت آره یورای کیچه تو اون طرف تند یورای بیوک دی یو تو یورا یعنی زیاد شد همه چی بود حسم اینه که من نگاه رب داشت به نگاه اولی که دیدمش اینجوری بود اینجوری بود خب بی رب نیست خب و فکر کنم
نگاه اول آدم، این همینجور شانسی میگم، نگاه اول آدم ها میبینن باید یکم یاد بگیر شعورش رو ببر بالا. اینا رو گفتی؟ اینا رو جای شعور شنیدم. تو واقعا فکر کردی من اینا رو بگم؟ اصلا واقعا این آدم در مورد فرهنگی، حالا من رو نگم چون من رو چه شکم هم چه نگم کن در مورد بهنام صحبت کنم. نمیگم بعدا زیرنویس میشه خودت. من فقط ترجمه آره. من فقط ترجمه هومن رو قبول دارم. هومن جمله به جمله بگو. اولش تو کنم گفت منم هم میگی دو میگی رو دارم میگم. آره آره بگو. من دلمونوش که سن دیدین دیره رای کوچیک دی دلش کوچیکه. آره ولی اون طرف تو کوچیک یعنی چی؟ نازکه. دل نازکه نه کوچیکه. ولی یورای بهته. ولی دل گنده است. اصلا روح بزرگیه. دلش کوچیکه ولی دل گنده است. این همون ضرب المثل ناب ترکیه. آقا زبون ترکی پر از آقا تو این ضرب المثل ترکیه. چیکار کنم چه اینجوری میگی؟ از خدات هم باشه. چه اینجوری میگی؟ خدا میگه. آقا این چه قیافه ایه؟ غیرتی هم هست در رو ببینی. منظورم اینه که من دستابی من میرم تو ولایت شما میگم داماد من آمد. خب خوشحالم، یعنی میگم این پوز ترکان رو من خودم بسته دیشم. آخه این آخه درست نگفت، دیدی چجوری گفت؟ زمان ترکان. حالا یه چیزی ازت بپرسم؟ من میگم ناراحت دارم. نه 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 هیجان خوشحالی بود. هیجانش اونطوری نشون میده. زمان ترکان یعنی خوشحالم. تو گل میزنی اینجوری نمی کنی؟ منم خوشحالم. تو نه این گل نزده پدخی بفهم. این دوستتو نمیخوای به ما رونمایی کنی؟ ببین توی بحث ما آشپزی و امروز شما نبودید، من از دسر شروع کردم. من کلن دسر درست کنی نیستم. دسر باز نیستی. دسر باز نیستم، دسرم خیلی خیلی معدود درست کردم. رفیقم اومد کمکم کرد، خیلی خوب، خیلی جلوتر از من، صدها قدم جلوتره. دسر رو کمکم کرد، پیش غذا رو که خودم درست کردم کامل، مخلفات خورش مورش رو اینا هم چیز کردم، ولی سر برنج دم کردن و اینا یه همزه بود، نرسیدیم، نه اینکه نتونم، صادقانه نه آسونه. شما که میدونستیم ما میخواییم بریم چون نرسیم، برای اینکه انشالله نوبت خودتونم میشه. منم دقیقا همین فکر رو میکردم، ولی بعدا دیدم که نمیرسیم، یعنی تا میخواید خب الان گفتم نه بس دیگه نمیرسیم، دیگه نمیپذیم. تو چقدر سوال منو جدی گرفت. آره اومد. نه من جدی جواب میدم، صادقانه آذرمایه رو کن دیگه، اینجوری هم درسته قربان؟ من فکر میکنم درست. فکر میکنید؟ مطمئن نیستید؟ بله درست. خب پس الان یعنی خورش تو خودت درست کردی؟ خودم درست کردم، ولی من یه ذره شک دارم. آیرادش من که اصلا تاییدش میکنم دعوا داره، باید که یه نظر بود شما بفرمید. یعنی نظرش همینه که خود درست نکنه؟ نه باید میگم تاییدش هم کنم. همین بود دیگه. من نه اومد میگم تاییدش هم بکنم، اصلا میترسم نفس بکشم دستش. مرسی شاو جون. میشه جونت. وای وای معرکه. آقا شیویدو میخوای ببری خونه؟ آره مال خودت. خب من پیشنهاد میکنم که سر میز دسر هر کی یه خاطره تعریف کند خنده‌دارا از چیزایی که سر زاویه شدیم سر صحنه بیرون در آفر. یه خاطره نمیدونمش بی‌تربیتیه. حالا اگر سر صحنه نباشه ولی در مورد بازیگری قبوله؟ سر صحنه نباشه ولی بازیگری کنی؟ نه در مورد آقا یه خاطره بامزه کردن. حالا سر صحنه نه الان که نه، تو دسر باش. سر دسر تر باش. خب میخوای خاطرت رو تعریف کنین تا بیا؟ خب اومدم. آقا اینو حمزه ویژه درست کرد برای شما. آقا همه شد حمزه که آره نه اینو حمزه کمک کرد، یه برنج کمک کرد اینو این مال خودمه. این خودم درست کردم. این اضافه است. آره خارج از بخش مسابقه است. یه جایی حرف همو فهمیدم. چایی هم میدی بهمون؟ بله چایی هم میدم همین الان. شما یه ذره مشغول شید. بله چایی هم میدم. خوب رایش بگو خاطراتو. بله بله بگو. اجازه میدی؟ آقا اجازه ما دست شماست. من زمان بیا این دقایق آخر برنامه رو با مهربون خودم من تو که بابا آقا عاشق
زمان ساعت خوش، یعنی هیچی دلت نمونه از من، یعنی صاف و صاف. چشم، شما رخصت بدیم و بگیم. رخصت زنگو بزن. جون رادش، من صدا واقعا شما بی تربیتی از من دیدی تو این برنامه. بگو بگو. من که همش قربونت برم تو آشپزخونه، دلا در خدمت شما بودم آقای مسئول دراز. بفرم. من ساعت خوش، زمان ساعت خوش مثل همین الان من خیلی سیاه بود پوستم. اون موقع شایدم بیشتر. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه رفتگانتونو. جناب آقای روح شاد سمنانی تهیه کننده ما بودن. خدا رحمت شما. ما کارمون گرفته بود و اینا، آقای سمنانی نمیدونم چرا سیاهی منو فکر میکرد من بچه پولدارم، خیلی هم پولدارم، صبح تا شب اسکی و اینا. فکر میکرد سیاهی من از اسکیه. آقا تو اسکی اسکی میکنی؟ فکر بعد من بچه جنوب اصلا برف ندیده بودم تا الان، اصلا برف ندیده بودم. سیاهی من تفلک تا 4 سال آقای سمنانی سب کرد من پوست واقعی منو ببینه و ندید. همین چون همین بودم. بعد از 4 سال بهش گفتم اسکی چیه؟ ما تا شهرستان بودیم و این خونه نداشتیم، تازه داریم خونه دار میشیم. اسکی کدومه؟ من اصلا چوبشو بگیرم اصلا نمیدونم کدوم وریه. 4 سال یعنی اینا سر دوندی؟ آره دیگه باید. چرا؟ جعال میداد. ببین 4 سال فکر کن همه به چشم یه خیلی پولدار و با کلاس به تو نگاه کنن، تو سر نمیدونی؟ الان ببین میگی آروم باش. بزرگه های تاج سری، ولی مریض بودی مگه؟ تاج سری ها، ولی واقعا بدم هست یه خورده. نه آقا خیلی بده، بیا پولداری. نه. چی؟ اینکه همه بکنن تو خیلی پولداری. نه این کسی هم فهم بگیم آخه اینم بدونی نیستی، ولی هیچی هم نگی. نه من آخه چرا هیچی نگفتم؟ چون من داشتم پولدار میشدم تو همون کار. میخواستی به روی خودت نگیم. گفتی بذار پولدار که شدم، میگم بله هستم، اسکی هم میرم. نه بگم که نبودم ولی الان هستم. چی میگی؟ و بعد 4 سال همه فهمیدن که این پوست در اثر آفتاب آبادان دو گل کوچیکه و هیچ ربطی به اسکی نداره. آبادانه آبادانه آبادان اصلش آبادان با عین بوده. عبد یعنی با تشدید. بله آبادان عبد. بعد شده بعد شده محاوره میگم آبادان آبودان ها؟ عبد بوده دیگه عبد. بعد از تلفظش این تبدیل به آشده. آره. بعد این برش هم معنی گرفته دیگه، آبادان که دیگه معنی داره دیگه. آبادان, آبادان بود الان که من خاطرم تموم شد. شما تازه جو داشتیم گرم میشدی. نصرالله تو چند سالگی برف دیدی؟ من واقعا تو تهران موقعی که اومدم فرنگسر نیاوران دانشجو بودم و مدام میخوردم زمین، چون نمیفهم شعور روی برف راه رفتن رو نداشتم. خدا شده فقط شانسم این بود که قربونت برم من. به قرآن به خدا میگم، یعنی شاید اینطوری میومدم تو بغل این فرنگسانی ها اینجوری بدن میبودن چی شده؟ گفتم زمین لیزه. گفت چرا برای ما لیزه؟ درست چرا برای لیزه راه بره تو برف؟ تو فکر کنم تو برف به دنیا اومد. من تو خرخره. آره. تو فکر کن تو این تفاهم یهو مثلا شعاب و بر دارن یهو بذارن تو آبادان، رادش رو بردارم بذارن تو تبریز. من از گرما میمیرم. اتفاقی میافته. آره بدنم. آقا شما منتظر چایی هستید نه؟ بله بله بله. نه عجله نکن. آقا خاطره. نه اومد. خب بذار چایی رو بیاره بعد. آره خاطره بعد چایی میچسبه. من خیلی اول تو بگو. آقا. آره. اینو میذارم. فقط از اینم باید یه امتحانی بکنیم. باید با زوره من دو تا خاطره میخوام تعریف کنم. با زور نیست آقا، من کی با زور گفتم؟ نه گفتی باید آقا. هر وقت دعوات میکنم شد بگیم آقا من به خدا. نه بابا شد مرسی. میخوام دو تا خاطره تعریف کنم. بگو. یکیش تلخه یکیش شیرین. آره ولی مطمئنم با همزه از خاطره که اون تلخم شاید برای اون طرف که براش اتفاق افتاده شیرین باشه. آره. برستو ماشین نشسته بودم در لوکیشن، من الاف و منتظر که صداد بکنن، یه دونه از این چرخی ها که آشغال و اینو جمع میکنن. بچه هم نبود مثلا بزرگ اومد رد شد اینجا از دم شیشه یا گفت اه بازی کردی؟ گفتم که بله. یه عکس بگیریم؟ گفتم بگیر. بگیر دیگه. من که
موبایل ندارم. چی عکس بعد چی می‌خواست؟ من بگیرم. آره دیگه. اون باش. یه اینجوری نشستم دم شیشه، دم پنجره، اونم بیرون بود. ما این عکس گرفتیم. دست درد نکنه. این تلخه بود از نظر من. میگم حالا شاید برای اون آره. آخ. یه روزم با این بازیگردی فقط باید عکس میگرفتی که اصلا کاری نداشت. یه روزم سخت افزارشو داری یا نداری؟ یه جورایی تلخه. آره نه یه جورایی نه اصلا کلن تلخه. یه روزم حالا این شیرینی هست که شاید برای ما تلخ بوده. من و بیژن بنفشه خواه بودیم. قرار بود یه بانک کار کنیم. جمعه صبح گفت که بانک تعطیله، گفتم بیاین دم رو بانک. هفته صبح دم بانک کنیم. رفتیم گیریم شدیم لباس پوشیدیم. سر همین روزای بد به در بودیم. رفتیم دم بانک دیدیم باز نکردن. هنوز یارو نیومده. بعد یه پله داشت اینجوری تا برید از در وارد. من و بیژن نشستیم رو اون پله ها، یه خود با فاصله. مثلا من اینجا نشستم، بیژن دو تا پله بالاتر اون ور. اون تکیه داده بود به اون دیوار، من تکیه داده بودم به این دیوار. که بانک واشه. آره واشه. آره بچه هم بودن آنن که من و بیژن تنها باشیم. یه دو نفر اومدن هم جید داشتن رد میشن، یه اون یکی گفت اینا بریم عکس بگیریم با هم ها، اصلا با ما نه، یعنی با ما صحبت نمی کردن اصلا. بریم عکس بگیریم. بریم. اومدن سمت ما. یکی نشست وسط ما. آقا جان بیا پایین. اونم دو پله به من یه نگاهی کرد. بیژن اون دو پله اومد پایین. سر صبح اینا کیه؟ باستاد عکس گرفت و مورم فشار داد و عکس گرفت و تو میخوای عکس بگیری؟ گفت آره. این پاشد اون اومد نشست دوباره اینجوری عکس گرفت و پاشد گفت ببینم ببینم. اون گفت آره اینجا رو ببینم. رفتن. من بیژن یه نگاهی با هم کنیم. بیژن گفت مگه باقوشه؟ باز تو باقوش یه پفکی به اون میمونه بیاد نزدیک. آی بیژن خیلی با نمید میگم این ممکن برای ما ترخ باشه، ولی خیلی شیرین بود این خاطره. بعد حالا مثلا میخوام عکس بگیر. من واقعا حوصله‌شو دارم. آره من همیشه اصلا حال میکنم، کیف میکنم. حالا مثلا میخوام عکس بگیرن، خب تو فکر کن مثلا این گوشیه. آقا یه عکس بگیریم؟ بگیریم. باید هشتگ رو عینک تو برداری. آره باش. نقطه تو کنم عینک رو برداری. عکس میگیرد. دست دو بگیرد. یکم نزدیک در میشه آقای تشگ. یکم دیگه نه. آقا بخشم. حالا ماسک و اینا مثلا تو کرونا نبوده. خب. بعد آقا یه لبخنه میخوای بزنی. یه لبخنه. بعد شهاب. میذاره رو 10 ثانیه. یعنی تو فکر کن خب من 10 ثانیه 10 ثانیه تاکسیدرمی 8 7 6 5 4 بعد اینه 4 3 2 1 آقا یه چی دیگه هم بگیریم. این ممکنه اصلا من عوض میکنم، جا رو عوض میکنم. بعد میتوشه این واریانه باشن. نه اون میاد این میره اون یکی میاد. زمان است بگم اجازه. ولی باحاله. ولی باحاله. یعنی باحاله. یعنی اون 10 ثانیه رو بردارم باحال‌تر میشه. بهنام جان زمان ساعت خوش یارو میگفت. ساعت خوش که موبایلم نداشت. آه نکته همینه. زمان ساعت خوش میگفت یه دقیقه واشین نرین من برم دوربین بخرم بیام عکس بگیرم. ای جان. طرف میرفت دوربین میخرید. چونه میزد. ما اینطوری بودیم. خدایا به یه قیمت خوبی بهش بده اینه. که بیاد. بعد طرز کارش هم خیلی ها نمیدونستن. یعنی شما چون تو کار بازیگی این چطوری دیافش چطوریه؟ آره الان موبایل خیلی الان راحت تر شده. من یه خاطره دارم میده. حالا سر کار نیست ولی آقا قبل از اینکه بگی من بفهمم. من یه بار تو تئاتر شب پر از گربه است دیگه. ما داشتیم اجرا میکردیم. این دیگه رو صحنه است دارم بهت میگم. اصل جنس اجاره داشتیم اجرا میکردیم توی صحنه خیلی پر التهاب و اینا داد میزد. من داد میزدم اون داد میزد. گربه ای اومد نشست اون جلو تماشاگر VIP رو به شما رو به ما داشتن بعد تو فکر کن تو صحنه ای که تئاتر یه گربه بخواد بیاد چه اتفاقیه اصلا همه خب ببین انقدر صحنه انقدر صحنه ملتهب بود و داد و بیداد بود تو اون صحنه بود داد و بیداد میکردیم میافتادیم به جونم تماشاگر خیلی به روی خودش نیاورد که الان این گربه اومده
ما هم داریم بازی میکنیم و اینا یهو وسط این داده گفتم آره تو بیجا کردی پیشته پیشته ببین همه زدیم زیر خنده. من داشتم تو خیابون میرفتم یه خانم آقایی اومد خیلی متشخص سلام آقا عباسی حالتون چطوره خوبی سلام خانم خیلی چیزه سلام آقا سلام خانم خیلی ما شما رو دوست داریم کارات میبینیم فلان میکنیم اینا یه عکس با ما میگیری بله همون موبایل و اینا که تکرار یه دنم اینجوری بله یه دنم الان بدید خانم شما بستید آقا شما بستید گرفت آقا عباسی یه سوال دارم ما یه پسر داریم خیلی به هنر علاقمنده بعد خیلی دوست داریم بازیگر از کجا شروع کنه گفتم والا نمیدونم حالا باید بذارید کلاسی چیزی اولش باید چیز کنید شما نمیتونید کسی معرفی کنید گفتم به خدا من معرفی هم بکنم به دردتون نمیخوره باید آکادمیک یاد بگیره خیلی بامزه است کل فامیلو میخندونه گفتم خب خیلی خوب استعداد داره بوده استعداد بعد داشتم رفتم تئاتر شما رو ببینم بگو خیلی استعداد داره چش آبی خوشگه کل فامیلو میخندونه گفتم خب خیلی خوب استعداد داره خدا رو شکر فلان اینا همین چم داره چش آبی آره آره بعد خیلی نمک گوله نمک اصلا ما ریسه میریم از دستش ما قش میکنیم جان خانم من نمیدونم آخه چیکار کنم تو رو خدا خواهش میکنم مرد آقا خواهش میکنم بس این مشکل چیز این بچه رو گفتم به خدا آخه کارهای ما کمدیه ما آدم بزرگام نقش بچه بازی میکنیم آره اصلا ما بچه نمیگم ولی خواهش میکنم یک ای خدا برای که دیگه تموم شه بس تو کار تو دست داشتی یعنی میتونستی این اتفاق ببین بیافته. آخه جاشون هست من میدونم ولی تو گفتم شاید بذار وقتی این همه اصرار میکنن این شیرین فلان و ایناست خب ببینید شاید به یکی معرفی کردیم به یکی گفتم باش حالا عیب نداره حالا اگه بشه چیز کنید عکسی ازش دارید فلان گفت نه عکس نداریم همینجاست نگاه کنم خدای منحل کو نشونه آقا عباسی بده زن از زیر چادر یه بچه شش ماهه قنداقی شش ماهه خدا شاید اینه ببین چقدر مزه است چشا رو ببین گله نمکه آینده این بچه رو دیده بوده پدره حالا چشاش خدا شاهد فکر کردم دوربین مخفی شاب چشاش آبی بابا تو اون تاریکی من چش خودم اصلا دیگه اصلا مخم ترکیده بود چش چیه آقا من یه پیشنهاد در مورد این بدم در مورد این دسر دومیه من فکر کنم جا نداریم اگه خواستید براتون میکشم ولی نگه داریم ببریم تو خونه رادشینا بخوریم اینو میخوای بذار تو یخچال بذارم تو یخچال فردا میارم اونجا میخوریم ها من هم یه سوپ برش میارم غذا چی دوست داری بگیرم بیارم یا درست کنم بیارم کله پاچه کله پاچه رو باید بگیرم بیارم بگیرم ما هم امتیاز نمیخوایم میخوایم حال کنیم کله پاچه دسر تو چیکار میکنی برای من فردا با کله پاچه میام دیگه من عشق میدم خدایی با امواج عشق میگم بغلتون شما امواج با چی میدیم میگه عشق میدم آره دیگه ما بیخیال شدی دیگه عشق بدیم نه الان ما نفرت میدیم به آقا من دارین میگیم این کارو بکن میگم آره آقا شما عشق بده اگه حالش داشته باشه میکنه دیگه مخلص کلام اینه اولش گفته میگه ما این کارو میکنیم میگم بکنین اگه تعارف بود نکنین این تعارفه این همین الان هی حاضر آماده بیار من الان همینو میارم چاپرا برمی‌دارم که حالا اگه اون شوخیه که من اجبارا غذا درست کنم ولی اگه جدیه واقعا اجبارا غذا درست کنم چند تا چوب با من به قرآن خب بینندگان عزیز به این ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم امید است که از میزگرد امشب ما نهایت لذت برده باشید فردا وعده ما با چیزکیک توت فرنگی کله پاچه من کله پاچه برای آقای رادش هم میخوام با ما گونی گونی عشق بدن چجوری ببریم که برنامه خوب باشه آره چجوری ببریم آه خداحافظی نکنی سب کنی من هیچ هدیه براتون آماده کردم هدیه میتونی اگه زیاده برای منم بیاری به بچه‌ها آشپزی میکنم حالشو داشتم بفرمایید اصلا قابل نیست اصلا قابل نیست فقط بدونید نه هیچ فرقی بدونید به فکرتون من دوست دارم باز میکنیم باز کنید یه چیز کاربردیه بچه‌ها دمنوشی چیز آقا همینه دیگه چه سورپرایز میکنی خودتون اینه آقا خیلی هم به درد بخوره مرسی واقعا گفتم زیاد دمنوشی چیزی بخوره به درد ما خیلی میخوره سر کار آره مرسی واقعا خیلی دست درد نکنه چرا باز نمیکنی قهر کردی این توهین به منه اونو با این رسم شماست ما توهین نمیدونیم آقا این تو آبادان رسم باز نمیکنه کادو رو اصلا
وقتی میدونیم چیه خب شما دارم دروغ میگن سورپرایز کنم جفت نه میشناسمت راستگویی و اینکه کادو رو تو رسم ما کادو وقتی به کسی میدن میشه به کسی دیگه داد و این خیلی هم زیباست برای که فهمی چیه دیگه میدونه به درد کی برای این همونجوری آره. نه میتونم توضیح بدم خودم برای اینکه کادو من اینو به شما میدم شما خوشحال میشی خب بعد شما وقتی به یکی دیگه بدی خوشحال میشه چند نفر خب ولی من ناراحت میشم اصلا مهم نیست مهم اینه که تو بری منو دادی من خوشحالم دیگه بقیه‌اش که تو آره دوستان از بین تدریب رسیدیم به پایان برنامه امشب با یک تا یک شب دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم دعا میکنم که رادش فردا کاملا سرحال باشه باش شب خوبی بود یعنی روز خوبی بود برای من که این برنامه این قسمت از امروز شروع شد خیلی انرژی برد خیلی سخت بود پذیرایی از سه تا مهمونی که واقعا جزو عزیزای منن دوستشون دارم و واقعا میخواستم به بهترین نحو ممکن ازشون پذیرایی کنم بهشون خوش بگذره هر چی در چنته داشتم گذاشتم که این اتفاق بیفته به نظرم غذا همشون خوب شده بود یعنی هم پیش غذامون خوب شده بود هم دسرمون که برای اولین بار بود داشتم درستش میکردن حالا اون دسر دومی هم که حمزه چیز کردن رو میبریم خونه رادش حالا اون خارج از بخش این برنامه و مسابقات و اینجوری بود این رقابت بود ولی دسرم هم خوشمزه شده بود انصافا نه اینکه خودم تعریف کنم همه چی خوب بود راضی بودم بچه هم راضی بودم دسر رو اصلا دوست نداشتم کرمش و یا خامه بود حالا خیلی متوجه نشدم منسجم نبود دوست نداشتم اصلا واسه همین نتونستم تا آخر بخورم جفت غذاها رو دوست داشتم تو این دور همی ها خیلی چیز نیستم خیلی مثلا بخوام تفاوت قائل شم این که مثلا این غذا نسبت غذای دیشب خوب بود این دسر بهتر است نمیدونم دسر دیشب بهتر است الان بود سالاد امشب بهتر است دیشب بود نه خیلی به این شده توجه نمی کنم خوب بود به من خیلی خوش گذشت من نمره 7 رو میدم به آره 7 رو میدم پیش غذا رو خیلی دوست داشتم خیلی باب میلم بود شامو چون البته بیچاره شهابم تقصیر نداره من یه خورده بعد غذا من گوشت خار نیستم آنچنانی ولی خب بادمجونشو خوردم خیلی دوست داشتم گوشتشو نخوردم فکر می‌کنم نمکش یه خورده کم بود چون من خودم اصولا آدم نمک خوری نیستم یه نمره برای اون خورشته کم کردم دو نمرم برای دسرش کم میکنم چون اصلا دوست نداشتم دسرشو با اینکه من توپولی هم شیر میخورم امتیازم 9 به خاطر که احساسم یعنی لذت بردم از اینکه شهاب پارتنر خوبی بود چون من اینجا رو هر کاری میکنم به عنوان نمایش میبینم و لذت بردم از پارتنر خوبم که با من مچ بود قضام گفتم برای مهم نیست به شهاب 9 میدم خیالتون راحت کنم من برای امشب هم نمره 10 رو میدم برای من خوش گذشتن توی مهمونی خیلی مهمتره حالا میخواد فرصت نکنه یه نیمرو درست کنه بیاره یا املت یا هر غذایی که خیلی میخواد غذای خیلی خاص و خیلی عیونی باشه و اینها مهم معاشرت است و اون خوش گذشتنه که خدا رو شکر تو این دو شب خیلی خوش گذشت اگه بخوام به خودم امتیاز بدم صد نداری؟ صد؟ نه؟ نه صد نه من این امتیاز رو به تلاشم ها واقعا جون باید بذاشتم Thank you.
مدامم میکشی از عشق، مدامم میکشی از عشق، در باور نمی بینم، در باور نمی بینم.